بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. با عرض سلام و ادب خدمت شما خواهران و برادران عزیز، در منبع برنامه ای که همکنون ساعت 5 تا ساعت 6 در خدمت شما پخش میگرده، برنامه های منبر آزاد است که شما عزیزایی که به صورت لایف میتوانین میخواهیم داخل صحبت بشیم، در بخش دوم برنامه صحبت های شما را هم میشنویم. خواهران و برادران عزیز، این پروگرام در واقع نامش منبر آزاد است، یعنی صحبت از همه مسائل و موضوعات و پاسخ به همه شبهات یا شبهه‌هایی که در کانال‌ها و برنامه‌های دیگری به نوعی نسبت به اسلام و نسبت به تعلیمات و مبانی اسلامی صورت می‌گیره. این منبر در واقع صدای رسا و بیان آزادی است و دروازش برای شما خواهران و برادران عزیز هم باز می باشه که شما هم در این پروژه صحبت ها و اندیشه ها شرکت کنین، و ما هم در هر روز یکی از مباحث عمده جامعه و کمیونیتی خود زیر بحث می کشانیم. گاهی بحث های اجتماعی است، گاهی بحث های خانوادگی است، و به صورت عموم موضوعات دینی را رویش صحبت میکنیم و با استناد به قرآن و حدیث واقعیت ها و صورت صحیح و استدلالات درستی که در محتوای موضوع به عرض شما میرسانیم. امروز هم بحث داریم به ارتباط به خود قرآن و ای که قرآن در چی مقام و جایگاهی قرار داره و ای که نسبت به قرآن کتب آسمانی دیگر در کجا قرار دارن. و شکی نیست که ما استناد اول و بحث عمده ما در ارتباط با شناخت قرآن، خود قرآن است، و قرآن است که خودش به تعریف خود میپردازه و قرآن کریم میفرمایه که الله نزل احسن الحدیث، خداوند بهترین و زیباترین و احسن حدیث را برای شما بیان کرده است، کتابا متشابها، کتابی است که با یک دیگر آیاتش تشابه داره، مثانی و دوگانگی است، تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم، و با شنیدن این آیات قرآن کریم پوست آنانی که از خدای خود میترسند به لرزه در میآید، ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، و بعدا هم قلب های افراد و پوست های افراد با ذکر و یاد خدا نرم می گردد. این زیباترین تعریفی است و زیباترین بیانی است که شما می توانید از خود قرآن برای خود قرآن داشته باشید. و چقدر زیبا علامه اقبال لاهوری می فرماید که فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است، چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چون دیگر شد جهان دیگر شود، گر زمینی آسمانی سازد تو را، آنچه حق میخواهد آن سازد تو را، خسته باشی استوارت میکند، پخته مثل کوهسارت میکند، سیقلش آینه سازد سنگ را، از دل آهن رباید زنگ را، نو انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین. و ده ها شعر دیگر و شعرهای بزرگواری که در صفت قرآن بیان داشتن. البته بحث ما این نیست که ما امروز بخوایم قرآن را به شما معرفی کنیم، بحث این است که دیگران چگونه میخواهند قرآن را از کالبد و از چوکات صحیحان بیرون بسازند، و یا به تعریف دیگر چگونه میخواهند قرآن را یک کتاب عادی دیگر به جامعه ارزانی بدارند، و یا میخواهند قرآن را در جامعه مسلمان ما، خاصتا مردم مؤمن افغانستان و مردم فارسی زبان، این قرآن را انجیل ثانی بسازند. این جملات در واقع عنوان برنامه امروز ماست که ما در نیم ساعت اول این مباحث را با شما در میان میگذاریم و به نقد میگیریم و اعتراض میکنیم نسبت به ترجمه های غلطی که
از آیات قرآن در برخی از برنامه ها صورت میگیره و با بیان علمی و استدلال قرآنی این صحبت های از اونها را به دیوار میکوبیم و میگوییم که شما با این بیان غلط خود نمیتوانید قرآن را انجیل بسازید، نمیتوانید شما قرآن را کتاب ساخته دست بشر بسازید و شما با این بیان غلط و نادرست از ترجمه آیات قرآن کریم ره به جای نخواهین برد. و بر اساس همیست که ما با قدرت تمام میگوییم که بیان ما از قرآن بیان قرآن و حدیث است و این حدیث است که بعد از قرآن مبین و مفسر و شارح قرآن کریم است، چون پیامبر پیامبر خداست، چون پیامبر معلم اول قرآن است و چون قرآن را پیامبر توسط خود پروردگار که معلم اصلی و خالق و کلام پروردگار قرآن کریم است و قرآن کریم واقعا کلام قدیم پروردگار است و کلامی است که ازل و ابد وجود داشته و به اساس همی است که ما این اعتقادی که برخی میخواهند قرآن را مخلوق تصور کنند و گویا بگویند که قرآن محدث است، قرآن توسط پیامبر بیان شده و این جملات و این کلمات کلمات محمد است، این را به نقد میکشانیم. اگر او شخص ولو که به اصطلاح شهرتش به نام فلسفه یا فیلسوف زمان خودم باشه، افرادی که در سایت های اینترنتی این کلمات را بار بار تکرار کردن که قرآن کلام محمد است، قرآن سخن پیامبر است و قرآن آنچه که از جانب پروردگار است نمیتوانه اصلا قرآن باشه و این الفاظ و این کلمات توسط افرادی که معتقد به قرآن نیستن جای بسیار شگفتی و تعجب نیست، اما افرادی که در دل از قرآن برگشتند و قرآن را در واقع میخواهند توسط قرآن ترجمه غلط بکنند، اونا هم باید بدانند که این راه به ترکستان میره و این کارشان به جای نخواهد رسید. در یکی از برنامه‌هایی که در هفته قبل در یکی از کانال‌ها دیدیم، شخصی با بیان اینکه انا انزلناه فی لیلة القدر، این را به مردم افهام میکرد که این حرف یا کلمه هو یا ضمیری که در انا انزلناه است این اشاره به قرآن نیست، بلکه این فقط رساندن آن تقدیر و مقدرات است که ملائکه و فرشته ها در شب قدر میاین و در واقع این قرآن نبوده است که نازل شده است. این افراد فقط میخواهند همون نقشی را بازی کنند که کشیشی که در کلیسا بازی میکنه، همون نقشی را بازی کنند که مستشرقی که سالها برای کوبیدن قرآن دست یازیده بود و امروز هم میلیاردها نسخه با شکل واحد با ترتیب منظم در سراسر دنیا حتی در نزد غیر مسلمان ها قرآن وجود داره و خدا را شکر که در میلیاردها نسخه شما حرفی را کم و کاست نمیبینیم و این خودش عظمت قرآن را میرسانه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن را حافظیم و ما قرآن را نازل کردیم و ما حافظش هستیم. بس تر از ایست که اینها چی میخواهند؟ ما اتفاقا به اصطلاح مقاله ای را از یکی از نشریات شرق اوسط، یکی از اخبار بسیار مشهور دنیای عرب است که مرکزش در لندن است و در تمام کشورهای عربی این نشریه پخش میگردن و مثل همین زمزمه هایی که افراد به زبان فارسی و دری به جامعه ما تقدیم میکنن، افراد هم به زبان عربی همین جملات را و همین کلمات را و همین مقوله ها را در نشرات و در کتاب ها و در تلویزیون ها بارها گفتن و اینها فقط کپی آنها را میکنن. شما مباحثی که توسط یک تعداد افراد به نام برگشت کنندگان از قرآن اینها بحث های را در تلویزیون ها دارن، این مباحثی که شما در سایت های اینترنتی میبینید، این مباحثی است که در سایت های به نام قرآن آیات قرآن ستیزی، آیات انسان ستیزی قرآن یا آیات نعوذ بالله زن ستیزی قرآن، اینها از اونجا کپی میکنن و حتی
کلمه به کلمه و جمله به جمله را از اونجا میارن و به زبان فارسی به اصطلاح به شما تقدیم میکنن و فکر میکنن که با این بیان یا با این گفتارهای کلمات چرب و نر و با این لفاظی ها و با این لغت پراکنی ها میتوانن جامعه مؤمن و جامعه مسلمان ما را که قرآن مقدسترین و عزیزترین و با قدرترین کتاب در نزد جامعه ماست او را شاید بتوانند او را به صلاح کم اهمیت جلو بزن. یکی از بحث هایی که شخصی یکی از افراد بزرگ در سناتوری‌های قبلی امریکا و یکی از شدیدترین افراد متاسفانه در مبارزه با اسلام در غرب قرار داره، نامش نمیگیرم، نمیخوایم، این بحثی که در این روزنامه شرق اوسط کرده گفته که یعنی بسیار بسیار به صراحت گفته آیا مسیح مسلمان بود؟ یعنی ای که ما نمیتوانیم، حتی اونا انکار میکنن که یعنی گفتن از ای که مسیح مسلمان بود ای عیب است برای مسیح، و یا ای که اصلا ایجاد محبت را ایجاد میکنه که اگر ما بگیم حضرت عیسی هم مسلمان بود یا حضرت موسی هم مسلمان بود یا حضرت داوود هم مسلمان بود، یعنی گفته های مسلمانان را اونا نقد میکنن. و به همین خاطر هم است که ایر یک کوشتن مار گذاشتن که آیا مسیح مسلمان بود، میگوین یعنی هدفش که نبود. پس مسلمان ها امروز بدون حق خود به مسیح یا به حضرت موسی یا به حضرت داوود یا به حضرت ابراهیم مرتبط میدارن، اینها اصلا جزء او سلسله نیستن. و این تصور از این مردم مثل این که امروز شما میبینین در تمام چرچهای سراسر دنیا و حتی در خود واتیکان مرکز کاتولیک های جهان، این بحث همیشه در بین بزرگان پاپ های بزرگ همیشه بحث بوده است که اونها اعتقاد ندارن که کلام آسمانی وجود داشته باشه. اصلا باورشان این نیست که انجیل حرف خداست یا سخن خداست، اصلا از بیخ و بنیاد اینا رد میکنن و به همی اساس هم میگوین که اگر تا زمان مسلمان ها اعتقاد داشته باشن که قرآن سخن خداست و حرف خداست، با اونا نمیشه گفتگو کرد، با اونا نمیشه اصلا شما در یک میز نشست. و ایر در واقع یک ردلاین تعیین کردن که ما زمانی میتونیم گفتگوها را با مسلمانها با هم بشینیم و بحث کنیم که اونا را اول قانع بسازیم که قرآن حرف خدا نیست، چون اگه حرف خدا باشه اصلا گپی با قابل بحث دیگه با ما نیست، چرا ما قبول ندارن کتاب های ما حرف خدا باشه. وقتی اونا دارن اونا قبول داشته باشن که قرآن سخن خدا و حرف خداست، دیگر باب گفتگو به عقیده اونها بسته شده. و به همین خاطر هم است که استدلالی که ما از قرآن همیشه میکنیم، چون اصل اساس صحبت ما حتی در بیان احکام ما، در بیان مسائل قرآنی و در بیان مسائل عمده روز هم فقط قرآن است. ما میگیم آنچه که قرآن میگه که آمنا و سلمنا، تسلیم شستیم، و قرآن را همان گونه که قرآن خودش تفسیر کرده ما قرآن تفسیر میکنیم. و اگر در جاهی عاجز بودیم از تفسیر و بیان قرآن کریم، به فرموده های پیغمبر و حضرت محمد مصطفی که قرآن بر اون نازل شده و اون نزدیکترین فرد، نزدیکترین بشر به قرآن از لحاظ حتی نزول، چون حضرت جبرئیل به غیر حضرت محمد به کس دیگری وحی نمی آورده، فقط حضرت محمد بوده که با جبرئیل در تماس بوده است. به اساس سخن پیامبر بعد از تفسیری که قرآن از خود قرآن میکنه سخن فاصل و قاطع است. هر سخنی که پیامبر کرده او را ما به عنوان ترجمه و تفسیر قرآن میپذیریم، نه صحبت های این و آن را که من البته تلفن های شما ایزاره در قسمت دوم بگیریم، 3-4 تلفن باز است. خواهش میست که بگذارین که من صحبت خود یکمک باز کنم و روشن بسازم که من چی میخوایم امروز به شما ارائه بدارم. وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم، تعریفی که قرآن از پیامبران قبل از خود میکنه، میگه که بله اینها همه مسلمان بودن، این تعریف قرآنی است. و بر اساس همی هم است که میبینیم که اسلامی که قرآن از او تعریف میکنه، اسلامی است که در او انقیاد باشه، در او تسلیمی به امر حق باشه، در او تسلیمی به فرامین پیامبر اسلام باشه. یعنی اگر کسی بگویه که من مسلمانم و من سخن خدا را قبول ندارم یا قرآن را نمیپذیرم به عنوان کتاب به اصطلاح فاینل تستمین یا آخرین پیام از جانب پروردگار، یا اصلا قرآن را قبول دارم ولی نسبت به قرآن نظر از سخن خود میگویم،
یعنی از خود میخواهم راجع به قرآن توجیهات و تحلیلات و استدلالهایی را ارائه بدم و مردم را، خودم خوب گمراه شدم، از قرآن برگشتم، دیگران هم از قرآن برمیگردند. اگر افراد بین باشن مطابق به تعریف قرآن اونا مسلمان نیستن، چون تعریفی که قرآن از خود اسلام میکنه هموست که بعد تسلیم و انقیاد در مقابل حکم پروردگار و حکم رسولش بوده باشد. و به همین خاطر است که میبینیم که قرآن کریم یه آیه میفرمایه که فلا و ربک، قسم به خدا و قسم به پروردگارت، لا یؤمنون، انسانها و مؤمنین ایمان ندارند، ایمان نخواهند داشت، ایمان نمی آورند، هر تعریفی که شما میکنید، حتی یحکمو، که تا زمانی که تو را ای پیامبر به عنوان حاکم، به عنوان خط فصل، به عنوان مفسر و به عنوان معلم و به عنوان قاضی بشناسند، چی زمان؟ فی ما شجر بینهم، زمانی که در یک قضیه به هم به مشاجره میافتند. یعنی که تعریفی، ترجمه‌ای را میخوان از الحمدلله رب العالمین یا از انا انزلناه فی لیله القدر میخوان به دست بیاورم و در قرآن ایره پیدا کرده نمیتونن یا درک کرده نمیتونن، در نزا میافتند که آیا کلمه یا ضمیر انا انزلناه اشاره به قرآن است یا اشاره به مزخرفاتی که اینها میگویند. زمانی که به این حالت میافتند، اگر اینها به کلام پیامبر و به سخن پیامبر رجوع نکنند، لا یؤمنونه، فلا و ربک لا یؤمنونه، قسم به خدا که ما ایمان ندارند. اگر اینا غیر از سخن پیامبر را در مرحله بعد از قرآن در تفسیر قرآن به مردم ارائه بدارند، فلا لا یؤمنون، فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به خدا که اینا مؤمن نیستند. قرآن میگه، قرآن میگه که اینایی که میگن که ضمیر انا انزلناه اشاره به قرآن نیست، لا یؤمنون، به خاطر اینکه اینا هم از قرآن سر باز زدن و هم سخن پیامبر را راجع به این آیه مبارکه در نظر نگرفتن و اهمیت قائل نشدن. فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا، چقدر تاکید بر تاکید است. حتی زمانی که اینا نسبت به ترجمه قرآن، نسبت به قضایا و مسائلی که در زندگیشان است، اگر به اختلاف افتیدن، اگر سخن پیامبر را سخن حل و فصل و تمام شده و سخن قاطع نپذیرفتن و در این فیصله سر نگذاشتن و تن و تسلیم قبول نکردن، لا یؤمنون. و باز هم میگویه که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد از اینکه اینا هم پذیرفتن، اینا باید در دل خود یک تنگی احساس نکنن، احساس نکنن که خدای ناخواسته سخن پیامبر سخن نادرست بوده ولی ما پذیرفتیم از اجبار، چون اسلام، چون مسلمان ها با ما بد میگفتن ما این کار کردیم. اینا باید حرج در دلشان نبوده باشن، اینها باید احساس تنگی در دل خود نکنن، یعنی پذیرفتن سخن پیامبر را، حکم پیامبر را بعد از سخن خدا باید با اشتیاق و شوق گرفته باشن. و باز میگه که و یسلم و تسلیما، حتی بعد از این که اینها تنگی در دل خود احساس نکردن و بعد از این که اینها قرآن را هم به اصطلاح ترجمهش از روی قرآن و از روی احادیث پیامبر قبول کردن، احساس تنگی به دل خود نکردن، باید اینها تسلیم کامل باشن. و یسلم و تسلیما، اینها بپوگن که من اطاع الرسول فقط اطاع الله، من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت رسول را کرد اطاعت خدا را کرد، و کسی که از رسول سر باز زد و سخن رسول را بی اهمیت تلقی داد، او با خدا هم کار نداره و سر و کار نداره. و یسلم و تسلیما، و اینا باید به تمام معنا تسلیم حکم رسول و سخن رسول و حدیث پیامبر گردن. در آیه دیگر می فرماید که بلا من اسلم وجهه لله، ده ها آیه قرآن کریم است که البته بحث ما این نیست که ما تمام آیات رو بخونیم، بگین آیه دیگه است فین حجو که فقل اسلم تو وجه لله، زمانی که با تو به نزا پرداختن بگو که من خودم، خود پیامبر میگویه که من خودم تسلیم خدا هستم، من خودم اول مسلم هستم، فان اول المسلمین، ما از اولین کسایی هستم که به اسلام پابندی دارم، و ان و قل ان امرت ان اكون اول من اسلم، من از جمله کسایی هستم که با اولین بار من مسلمان شدم. حتی برخی از
ممکنه یاد کنن که خب پیامبر در زمان خود خودش های خودش قبول داشت که پیامبر است. بله قبول داشت. خودش خود محمد رسول الله میگه، بله خودش خود محمد رسول الله. حتی همین جمله که میگفت لا اله الا الله محمد رسول الله، که این جمله هم از خود قرآن گرفته شده. خود قرآن کریم شهد الله انه لا اله الا الله، قسمت اول لا اله الا الله از این آیه گرفته شده. و قسمت دیگه محمد رسول الله، محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، این جمله دوم محمد رسول الله از این آیه گرفته شده. پس خود لا اله الا الله محمد رسول الله این تقریبا چکیده و فشرده و مستمره آیات قرآن کریم است که به نام کلمه طیبه یا کلمه توحید برای ما و شما ارزانی شده. و اگر کسی بگوید که من باورم نمیشه که خود محمد گفته باشه لا اله الا محمد رسول الله، او اصلا باور نداشته، نمیفهم، نشناخته نبوت رسوله. و حتی خود رسول خدا در اتحیات که میشنیشن میگفتن که اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم. این جملات و این حدیث خود پیغمبر و فرموده های خود پیغمبر است که میگفته که اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد، بر خانواده محمد، چنانچه که درود فرستادی بر ابراهیم و خانواده ابراهیم. و این مسائل است که ما فقط فرق کاری که وجود داره است که افراد بدون از اینکه بخوان این مسائل و این موضوعات مهم در مسائل و مبانی بحثی خود بیان کنن، میان مثلا بحث میکنن که قرآن گفته که الله نزل احسن الحدیث، خدا بهترین حدیث را دیگه، دیگر ما حدیثی به کار نداریم. حتی اینها اینقدر شعور ندارن که حدیث، کلمه حدیث یعنی سخن، یعنی حرف. شما هم حدیث دارین، یک آدم عالم هم حدیث داره، یک آدم کارگر هم حدیث داره. حدیث یعنی گفتگو، صحبت. و ای که نام حدیث پیامبر گذاشته شده، ای اختصاص داده شده به فرموده های پیامبر که عمل کردش، صحبتش و کردار پیامبر باشه. این اصطلاح حدیث به معنی از این است که وقتی که ما بگوییم که حدیث پیامبر را قبول داریم، پس خدا ناقص ما احسن حدیث را قبول نکردیم. قرآن میگه کتاب خدا و قرآن احسن حدیث است، یعنی بالاترین و زیباترین سخنی که در روی جهان یا در بشر میتونه به خود پیدا کنه. و بعد از احسن حدیث طبعا حدیث های دیگه هم وجود داره. حدیثی وجود داره که حدیث رسول است، حدیثی وجود داره که حدیث یک آدم عادی است، حدیثی وجود داره که حدیث، یعنی خود کلمه حدیث به معنای سخن است، به معنای گفتار است، به معنای حرف است. پس در اصطلاح عربی اگر شما برای کسی بگین حدثت، تو سخن گفتی، عیبی نداره. یعنی یا برش بگین که هذا حدیثو که، یا هذه حدیثتو که، ای زن ای سخن توست، یا ای مرد ای سخن توست، عیبی نداره. چون ما به کلمات و اصطلاحات عربی کمتر وارد هستیم، بی اساس افراد ما را واقعا در تنگنا قرار میدن و میگوین که قرآن گفته که احسن و حدیث است و شما غیر از هی حدیث دیگر حدیثی را قبول نکنید. اینها میخوان که این جمله حدیث و سخن، سخنی که ده ها سخن است، یک حدیث لغو است، یک حدیث صحیح است، یک حدیث خوب است، یک حدیث خراب است. یعنی معنا از این نمیرسونه که هر کلمه حدیث که بگیم مراد حدیث پیامبر باشه. مثل یمین لغو، حدیث لغو هم وجود داره، گفته های بیهوده هم هست به نام حدیث لغو میگن. و به این خاطر او اصطلاحی که معروف شده به فرموده های پیامبر به نام حدیث، او یک جایگاه مخصوص خود داره، او یک مقام خاص خود داره. به این خاطر باید این افراد بدانند، اینایی که از قرآن برگشت کردن و اینایی که قرآن را میگیرن و بر علیه قرآن ترجمه های غلطی از قرآن میدارن، بدانند که مردم اونقدر هم ناآگاه نیستن که با این لفاظی ها و با این کلمات اینها بازی بخورن. و او روش پسندیده بزرگان دین و دانشمندای که سالها در این راستا زحمت کشیده و امروز ده ها تفسیر بسیار بزرگ و عزیزی را در جهان بشریت ارزانی داشتن، و یا برخی به حد در این کار هم ناگهانه رفتار کردن و یا حتی ایر استلال میکنن که در فلان کتاب حدیث تفسیر آماده است که نمیفهم فلان موضوع است که با علم امروز برخورد مناسب نیست. مثلا یکی از دوستان میگفت در سوره تا آیه 6 آمده که وقتی که
مثلا راجع به خلقت آسمان ها و زمین گفته شده، در اونجا یکی از مفسرین آورده که گفته شده بنا به نقل یکی از اسرائیلیات که در از او تفسیر داخل شده که زمین بر روی شاخ گاو است و گاو در روی دریاست و دریا هم نمیفهم در حال بر روی ماهی است و امثال از این گپای عجیب. این جملات و این کلمات و این نقل قول هایی که ولو که در داخل تفاسیر هم داخل شده باشه، این به معنای از این است که کل تفسیر باطل کرده باشه، بلکه همون قسمتی که مفسر یا همون شخصی که او هم انسان بوده مطابق علم خود و مطابق به ظروف و مطابق به دانشی که در همون زمان در همون جامعه بوده، او همین موضوع داخل کتاب تفسیر کرده، ولی داخل کردن از او در کتاب تفسیر به معنای از این است که او اصلا تفسیر از او باطل باشه، یا ای که او خدا نخواسته قرآن را توهین کرده باشه. به این خاطر است که برخی به این شکل افتراطی میرن که اگر کوچکترین اشتباه انسانی تفسیر، یعنی بیانی که یک مفسر و یک فرد با مراجع به قرآن و حدیث و کلام بزرگا از یک آیه قرآن کریم میداره و او سخن او نفر خطرناک اقدر نیست مثل سخن این نفر که امروز میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، مراد از این ضمیر قرآن نیست. یعنی میخواد ثابت بکنه که قرآن در لیلة القدر نازل نشده، میخواد ثابت بکنه که قرآن کلام خدا نیست، میخواد قرآن را یک انجیل دوم به جهان بشیرت آنچنان که دیگران میخوان. و گوستاو لوبین وقتی که به اصطلاح خاطرات خود یا نوشته های خود میکنه امیر میگه و یکی از سر اعظم های بزرگ بریتانیای دوران قدیم این بحث رو میکرد که تا زمانی که مسلمان های قرآن در رسشان بوده باشه و زمانی که اونا معتقد باشن که قرآن کلام خداست، اصلا نمیشه بر اونا تفوق پیدا کرد. بیاییم که قدرت و سلطه و اقتدار قرآن از مسلمان ها بگیریم. و امروز اگر افرادی به نام ازی که ما بر حدیث را قبول نداریم یا ما گفته ای امام قبول نداریم یا ما مخالف این نظر ابو حنیفه هستیم، مالک هستیم، شافی و فلان فلان، اینها ناخودآگاه همو آب را با سیاب دیگران میریزانن تا قرآن را تضعیف کنند. حرفشان نیست که راجع به حدیث میگویند، ولی زمانی که قرآن زنده باشه حدیث هم زنده است، چون قرآن مؤید حدیث است. من با یک برای که بسیار کوتاه میرم دوباره خدمت شما برمیگردم، ان شاء الله تلفن های شما ایزار میگردم. به عرض معذرت تلفن هام روشنه و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما بیننده های خوب منبر آزاد در تلویزیون آرمان در خدمت شما هستیم. در نیم ساعت دوم برنامه منبر آزاد تلفن های شما ایزاره میگیریم. خواهش می است که تلفن هایی که بلاک کال باشه ما نمیگیریم، چون چند تلفن بلاک کال بود. به هر حال ایزای ما در مبحث و در موضوع ما در هر روزی که روی صفحه تلویزیون قرار میگیریم سابجکت را قبلا برای شما بیان میکنیم، موضوع کاملا مشخص است. ما روزهایی که منبر آزاد می داشته باشیم بحث‌های بسیار عمیق دینی و عقیدتی را از لابلای قرآن و حدیث خدمت شما به عرض می رسانیم، خاصتا در واقع اساس بحث و مباحث منبر آزاد پاسخ به شبهات ذهنیت‌های باطلی که یک تعدادی از کانال‌های دیگر در جامعه پخش می‌کنند و تلویزیون اسلامی آرمان با تمام قوت با استدلال علمی و دینی در مقابل این نظریات باطل استاده میشه با علم، با دانش، با جدال. ما هرگز طرفدار نیستیم، ما نظریات علمی و دینی خود را با استدلال قرآنی خدمت شما به عرض میرسانیم و هر مبحثی را که دیگران به بیراهه بروند ما او را به راه درست راهنمایی میداریم و در این راستا طرف ما افراد نیست
طرف ما برنامه های خاص نیست، طرف ما تلویزیون های خاص نیست، از هیچ کس نام نمی بریم، احترام به همه داریم. لطفاً تلفن هایی که بلاک کال باشه ما تلفن ها رو نمی گیریم. عزیز ما که زنگ میزنن بلاک کال هستن، متاسفانه تلفن های شما باید واضح و روشن باشه، ما بفهمیم که شما با چی هدف و با چی مقصد زنگ میزنین و انشاءالله تلفن های شما رو جواب میدیم. و اگر شما در این موضوع بحث میکنیم خوش آمدین و صحبت های شما قابل شنیدن است. و در بحث های دیگری که ما داریم در روزهای دیگر، در مباحث دیگر، سوال و جواب های دینی در روزهای شنبه توسط مجمع معلم است، او روز روز خاصی است که مخصوص سوال جواب هاست و در اونجا بر اساس مبانی اهل سنت و جماعت ما سوالا را توسط علما و اسکالرای عزیز جمع میکنیم و پاسخش از پروگرام مخصوص سوال و جواب توسط علمای مجمع علمی مراکز اسلامی معلم به شما به عرض میرسانیم. ما در اینجا پاسخ سوال جواب نداریم، فقط دو چیز را ما از شما استقبال میکنیم. یکی که راجع به موضوع و مبحثی که ما امروز داریم که بیشتر بحث ما سر ازیست که شما هم همراز و هم صدای ما بگردین که نگذاریم که افرادی که از قرآن برگشته اند اینها قرآن را انجیل ثانی بسازند، نگذاریم که مقام و عظمت وحی قرآن را یا ای که قرآن کلام خداست، سخن خداست، ایره در بین جامعه مسلمان بی اهمیت بسازن و یا ای که ذهن مردم را مخشوش بسازن و تصور کنن که اگر ما بر علیه حدیث گپ میزنیم یا بر تصور کنن که اونا حدیث را اگر رد بکنن و اگر نمیفهم تبلیغات و با ترجمه های غلطی از قرآن در پروگرام ها به شما ارائه می دارن، اونا خواهند توانست این کار را انجام بدن؟ هرگز. به خاطر اینکه قرآن کلامی است که سخن پروردگار است، لا یأتیه الباطل من خلفه ولا من، از هیچ طرفی به او باطل را پیدا نمی کنه و این قرآن سخن حق است و به این خاطر است که با تمام معنا حرف حرف و کلمه کلمه‌اش از جانب پروردگار است و تمام آنچه که در قرآن کریم است و تمام آنچه که انسان‌ها نیاز دارند در مرحله اول توسط قرآن و به بیان قرآن او تفسیر می‌گرده و ترجمه می‌گرده و حکمش صادر می‌گرده. زمانی که متاب از قرآن نتوانیم او موضوع را بیابیم، ما به احادیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم مراجعه می‌کنیم و به می اساس برای شما گفتیم که سخن خدا احسن حدیث است و بعد از سخن خدا خیر الحدیث بعد از کلام خدا کلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و بعد از کلام محمد مصطفی سخن یاران و صحابه بزرگوار و دانشمندان طراز صدر اسلام است که ما به او استناد میکنیم. به می خواست اساس است که در موضوعات فقهی ما هم بر علاوه قرآن و سنت و حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما اجماع صحابه و اجماع علمای امت و قیاس را هم به عنوان ادله اربعه در جامعه اسلامی مطرح است و مباحث بر اساس از سنجش میشه. اگر کسی بخیزه و بیایه بدون از اینکه آگاهی از قرآن داشته باشه، بدون آگاهی از حدیث داشته باشه، با کوبیدن حدیث خودش قرآن را ترجمه مطابق ضمیر و مطابق شکم و باد داخل روده‌های خود به مردم انجام بده، او سخن باطل است و اونها هیچ جای نخواهند رسید. مثل از اونها ده‌ها و صدها کس، ما بحثی که از این شخصی که امروز مباحثه کردم که یکی از افراد سرشناس دنیای غرب است و این شخص یکی از سناتورهای بزرگ هم بوده و یکی از افراد است که شدیداً هم متاسفانه معاند با اسلام بوده است، ولی وقتی که به پایین رسید که آیا عیسی و مسیح مسلمان بوده است، این را آمده در قرآن تلاش کرده، آمده که واقعا مسلمان ها، خب طبیعتا یعنی شما اگر امروز هم در هر چرچ و در هر جای بریم و خود از این قصر هم میگه که من در یک از چرچ های داخل منطقه های السالوادور رفتم و از مردم پرسان کردم که از امو کسایی که در داخل چرچ بودن کدام اگر شما مسلمان است و اینا هم شاگردهای داخل چرچ و داخل اسکولی که در داخل چرچ بود همه تعجب کردن و اصلا خندیدن و گفتن که تو آمدی در داخل چرچ از ما سوال میکنی که کدام شما مسلمان هستیم. و بعد از اون میگه که ما وقتی بر از اونها استدلال کردم که مسلمان یا اسلام،
معنایش است که شما خدا را قبول داشته باشیم و تسلیم خدا باشیم. آیا شما خدا را قبول ندارین و تسلیم خدا نیستین؟ بعدن گفت که تعجب کردم که همه به شمول معلمشان دست خود بالا کردن که ما مسلمان هستیم. ببینین تفاوت از کجا در کجاست. تعریفی که قرآن از حضرت عیسی داره، از حضرت ابراهیم داره، از حضرت موسی داره، از حضرت داوود داره، از حضرت اسماعیل داره، است که کانو مسلمان. خیلی واضح ده های قرآن کریم از ما از ابتدا از راجع به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آیه خوانم که قرآن کریم میفرمایه که خود قرآن میگه که قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. یا به ارتباط حضرت ابراهیم میفرمایه که فلما اسلم، زمانی که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل اسلام آوردن، تسلیم شدن و تله للجبین و سر را بر سجده گذاشتند و نادینا ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، یعنی زمانی که حضرت ابراهیم تسلیم حق پروردگار گشت و قبول کرد که او خوابی که دیده به حق است و از پیشانی حضرت اسماعیل را بر زمین گذاشت و تله للجبین و سرش به جبین و پیشانی از رو گذاشت که حکم پروردگار را به مرحله اجرا بگذاره، ما در اونجا گفتیم که تو رویایت صادق دید و تو مسلم هستی و تو تسلیم خدا هستی. و همین قسم که خطاب از خود حضرت اسماعیل ابراهیم است، از قال له رب و اسلم، زمانی که خداوند برای پروردگار برای ابراهیم و اسماعیل اینا خطاب کرد، گفت که برای ابراهیم گفت که اسلم، تسلیم شو و اسلام بیاور، قال اسلمت لرب العالمین، ما به خدای پروردگار عالمیان تسلیم شدم و مسلمان بودم. پس به اساس ابراهیم هم مسلمان بود، عیسی هم مسلمان بود. و در ارتباط با حتی کسایی که پیرو یهود بودن یا نصارا بودن، قرآن کریم میگه میفرمایه که اینا انزلنا تورات فی هدن و نور، ما تورات رو نازل کردیم، این هدایت است و نور است. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، به اون حکم میکردن، به همین تورات و انجیل پیامبرانی که به همین تورات پیامبرانی که اسلام آورده بودن، تسلیم شدن و مسلمان بودن. یعنی این آیات قرآن کریم اگر اینها به دیده تعصب ننگرن و اگر اینها بپذیرن که ما معتقدیم که حضرت عیسی هم مسلمان بود، حضرت موسی هم مسلمان بود، حضرت اسحاق هم مسلمان بود، این مشکل کاملا حل میکنه. به خاطر اینکه وقتی که معتقد باشی که این پیامبران مسلمان بودن، پس باید دنیای بشریت با تسلیم به خدای واحد و با تسلیم به سلسله اخیر پیامبران هم اینها اعتقاد به اسلام داشته باشن. و به این اساس است که ما این بحث را باز کردیم تا ای که عیزای ما بدانند که ما در بحث های قرآنی استشهاد اول ما قرآن کریم است و زمانی که ما موضوعی را و مطلبی را در قرآن کریم نتوانیم ترجمه و تفسیرش بیابیم، از خود چیزی نمیگوییم، بلکه میخواییم دلیل بعدی ما یا استدلال بعدی ما با مراجعه به سخن پیامبر است و حدیث پیامبر است که بعد از قرآن کریم که احسن حدیث است، حدیث بهتر و به اصطلاح از حدیث ما و از حدیث انسان ها حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم. و به این هم باز هم تاکید میکنیم که قبول سخن پیامبر قبول سخن خداست و قبول سخن خدا قبول سخن پیامبر است و جدا کردن به اصطلاح این دو جمله لا اله الا الله و محمد رسول الله از هم دیگر خودش عدم ایمان را مقتضی میگرده. و اگر خدا کسی به این هم تا حال متوجه نشده، باید بدانه که خود اصطلاح لا اله الا الله و اصطلاح محمد رسول الله خود اصطلاح قرآنی است و خود حکم پروردگار است که خداوند توسط جبرئیل امین به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این حکم را داده است و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله اینها ایمان داشتند. میخواستیم که بیان بداریم که عظمت قرآن و مقام قرآن و موقع قرآن و اینکه قرآن با ترجمه های غلطی که امروز از آیات قرآن صورت میگیره به انجیل دوم نخواهد گشت و برخلاف کسایی که حتی در گذشته به عنوان افراد بسیار متعصب ضد اسلامی هم بودن، زمانی که به قرآن برگشتن و ترجمه قرآن را در خود قرآن یافتن و درک کردن که قرآن تعریف بسیار زیبایی از حضرت عیسی داره، تعریف بسیار زیبایی از حضرت داوود داره، تعریف بسیار زیبایی از
حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و همه پیامبران قبل از خود داره، اینها واقعا امو مثال خدمت شما عرض کردم که به کن و واقعیت اسلام پی بردن که اگر قرار باشه که اسلام و دین به صلاح مسلمان بودن در این بوده که انسان تسلیم خدا باشه. سلام علیکم، در تلویزیون آرمان در منبر آزاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم استاد محترم. و علیکم السلام. من خود را برای شما برای بینندگان تلویزیون شما تقدیم میکنم. استاد محترم، میبخشین یک سوال داشتم در این باره میقرب به اسم رب کلدی که میگه، شاید من اشتباه خوانده باشم، میبخشین بله اشتباهی من. خواهش من میشنم، در خدمت شما هستم. صدای شما شنیده میشه، بفرمایید. حتما بین شما قطع شد. به هر حال اگر دوباره تونستیم بلند بیایم خوش داریم که صدای مبارک شما رو بشنویم. عزیزای ما تلویزیون تلفن ها باز است، ما در 8-10 دقیقه دیگری که در خدمت شما هستیم تلفن های شما عزیزا رو میگیریم. امیدواریم که این تلویزیون تلویزیون خود بدانیم و ان شاء الله هر سوال شما و هر موضوعی که شما خواسته باشیم در تلویزیون بس خواهیم نمود و دروازه این تلویزیون برای همه شما باز است. شما لطفاً بیایم جزء خانواده آرمان بگردین و حتی ما در چند هفته قبل برنامه مخصوص ممبرشیپ درایو داشتیم. خواهش ما است که هر برادر خواهری هم که تماس میگیره، یکی از خوشی های ما هم است که ضمن سوالی که دارین بگین که شما را ما به عنوان منبر با عزت و با افتخار آرمان هم در این جی ثبت کنیم و ان شاء الله لازم شما در ثواب و خیر و برکات که این تلویزیون اسلامی در جلو روی داره شما هم از این مستفید خواهیم شد و نسل های بعدی شما از این خیر خواهد دید. باور بکنین ما بدون کدام هدف خاص، بدون از اینکه ما یک توقع و چشم داشته خاصی داشته باشیم، این پروژه را یک تعداد جوانای شما، یک تعداد فرزندای شما در همه جامعه و در این محیط یک مرجع سالم اسلامی و یک مرجع متوسط و فعال دینی را در اینجا فعال ساخته و ای با امکانات شما انشالله میتونه سر پای استاد باشه. ایزایی که خواسته باشن میتونن تماس بگیرن. انشالله ما صحبت او برادر خود هم میشنم دوباره اگر تلفنشون قطع شده باشه. سلام علیکم، ببخشین شاید تلفن شما قطع شده باشه. شما هستین، در خدمت شما هستین. بله استاد محترم، میبخشین من سوال از این بود که وقتی قرآن کریم که آمد به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گفت که اقرأ، این نوشتهش گفته بخونی از بستر حضرت جبرائیل علیه السلام گفت تکرار کو، همین کمک بر ما معلومات بتین. اگر اگه گفته باشه که اقرا یعنی قرآن شریف را از روش بخون، از این کم معلومات بتین بسیار خوش میشم. تشکر از این برنامه. بسیار خوب، بسیار خوب، خدا به انشالله که شما هم منبر تلویزیون هم بشیم دیگه بخیر. با آفیس تماس بگیرید که شما افتخار بدین که نمبر تلفن آفیس را انشالله داریم که همه شما رو داشته باشیم. چرا نه، خدا برکت بده، خیر بینیم. بسیار تشکر. بسیار سوال به جای کردین، واقعا چقدر خوش شدم که یک برادر بزرگواری قرآن واز میکنه و همین کلمه اقرأ خودش یک مفهوم عجیبی داره، یک خصوصا برای که ما همه معتقدیم که پیامبر خواننده نبود. پیامبر اسلام یعنی خط نوشتن و خط خواندن را بلد نبود و یکی از امتیازات اسلام و امتیازات دین قرآن کریم که برای پیامبر دادم است که ارسل رسولا منهم یتلو علیهم کتابی، آیه مبارکه است که امی، نبی الامی آمده، یعنی نبی که امی بوده است و این خصوصیت به خاطر از این بود که تا زمانی که به اصطلاح مردم دیگر بدانن که پیامبر سخن خوده، این سخن پیامبر نیست که پیامبر رفته باش پیشکش این آیات قرآن را یادداشت کرده باشه و یا ای که از کسی دیگه ای را دیکته کرده باشه. شما این دلیل اعجاز قرآن، یکی از دلیل اعجاز قرآن همیست که یک شخص امی در منطقه جزیره عرب بلند میشه و آیاتی از زبان مبارکش بیرون میشه که همه دنیا را به تعجب وامی داره. تمام فصحا و بلغای عالم سر تسلیم در مقابل این کلام الهی میگذارند. خود آیه مبارکی که اولین آیات نزول شده، همین 5 آیه مبارکی که در سوره اقرأ است، سوره علق که میگن اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم. امی خود کلمه اقرا یعنی بخون، حکم است، ای پیامبر بخون. پیامبری که در غار حرا قرار داره، خواندن هم بلد نیست، در نیمه های شب و به اصطلاح یک ندای بلند میشه که بخون. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر به امو روایت بازم ببینین که بیان از ترجمه ازی اگر کسی بخواد حدیث رو یک گوشه بگذاره
در واقع در خلا قرار میگیره، حتی پریشان میشه، حتی فکر میکنه که نعوذ بالله قرآن کلمات عجیب و غریب گفته که بیمفهوم است. شما به یک کسی که به اصطلاح امیست برش میگم بخوان، این معنای نادرست میرسانه. ولی وقتی پیامبر قصه رو برای ما میگه در خود صحیح البخاری با روایتی که از عایشه صدیقه، حضرت بی بی خدیجه، این روایت از اینا نقل شده، آمده که حضرت بی بی خدیجه فرمودن که وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله آمدن این قصه رو برای میکردن، گفتن که ملک صدای شنیدم که گفت اقرا، و من سر خود بالا کردم دیدم که یک موجود بسیار عجیب و بزرگی به صلاح در آسمان بالهای خود هموار کرده و در اونجی همین کلمه یک چیز نوشته دیدم در روی در گوشهای آسمان. روی خود به طرف راست گشتم، بازم همون رو دیدم، به دست طرف چپ هم گشتم اون طرف رو دیدم، پشت سرم نگاه کردم، در همه جای آسمان همین ملک را، همین فرشته را می دیدم و همین نوشته را در اونجی می دیدم. من تا خوانده نمی تونستم. به این خاطر است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که ما انا بقاره، یعنی پاسخ پیامبر به او فرشته ای که صدا را میکنه میگه که من خواننده نیستم، من امی هستم. باز دوباره او ملک برش میگه اقرا، یعنی بخوان. همین حضرت جبرئیل، حضرت پیامبر میفرمایه که ما برش گفتم که ما انا بقاره، من خواننده نیستم. باز دوباره میفرمایه که بخوان، مثلا باز میگه من خواننده نیستم. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه میکنند که این ملک مرا در به اصطلاح داخل بالهای خود گرفت و یک فشار عجیبی داد که حتی نزدیک بود استخوان‌هایم به هم به اصطلاح به هم دیگر به هم بریزه به اصطلاح، و ما بسیار وحشت کرده بودم. برزوی آیه مبارکه را در سینه پیامبر به اصطلاح ایره داخل کرد او ملک که اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تا ای آیه مبارکه بخوان به نام پروردگاری که خلق کرده انسان را از علق، تا آیه آخر مبارکه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این آیه که وقت چند آیه که من نازل شد، من بسیار ترسیده بودم، آمدم نزد حضرت بی بی خدیجه کبرا و من گفتم که مرا بپوشان و احساس سردی میکردم و امی قصه را برای حضرت بی بی خدیجه گفتم. حضرت بی خدیجه مرا پوشاندن و بعد که آرامش یافتم این قصه را برشان کردم، گفته که هرگز خدا تو را به اصطلاح خوار نمیگذاره، به خاطر تو همیشه کسی بودی که مرحوم یتیم را کمک میکردی، آدم صادقی بودی، راست بودی و اولین مؤمن در تاریخ اسلام زن است که حضرت بی بی خدیجه به حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان میاره. و امروز که حضرت بی خدیجه حضرت پیامبر را با خود میگیره و نزد یکی از بچه عمه‌ها یا بگیم بچه‌های حضرت بی بی خدیجه که یکی از افراد بسیار عالم دانشمند در اون زمان خود بوده، در البته از افرادی که قبلا مسیحی بوده و وارد بوده و کتب آسمانی اینها، پیش از او که میبره به نام ورقه بن نوفل. و او شخص سر این قصه که وقتی که برش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میفرمایه میگه که تو برگزیدی پروردگار هستی. او نفر بشارت میده و میگه به خاطر که هر پیامبری که مبعوث شده به همین شکل مبعوث شده، و این بیان به اصطلاح باعث میشه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حتی تا مدت ها همی راز را به اصطلاح پیش خود نگاه می‌دارن، تا اینکه صحابه کبار که بعد از حضرت بی خدیجه کبرا از مردها اولین کسی که اسلام میاره حضرت ابوبکر صدیق است و از اطفال و نوجوانا اولین کس حضرت علی می باشه و از برده‌ها اولین کس از حضرت زید بن ثابت است. و این روایات است که الحمدلله بیان شده. به این خاطر میگیم که قرآن را بیاییم با قرآن و با سخنان پیامبر و بیانی که پیغمبر از نزول قرآن و سلسله آیات قرآنی و این قرآن در چه شکل نازل شده، به چه شکل نازل شده، تا اینکه مفهوم اقرار ما بدانیم، باید این داستان و این قصه را و این حدیث را باید هم استمساک کنیم و به این رجوع کنیم. کسایی که میگن حدیث را ما قبول نداریم یا حدیث را بی اهمیت تلقی میکنن، اینها این آیات را هم منکر هستند. حتی شاید اونها نتونن همین کلمه را ترجمه کنن که چرا و چگونه پیامبر خدا مورد خطاب قرار گرفت، در حالی که قرآن از اون میگه که ای امی بود، ولی قرآن برش میگه اقرا. یعنی اگر سخن پیامبر به مقابل ما قرار نداشته باشه که پیامبر گفت ما انا بقاره، من خواننده نیستم، همین را اگر به جبریل نمیگفت، اینها نسبت به این ترجمه ای آیه چی خواهند داشت؟ انشاءالله العظیم در روز دیگر، در روز پنجشنبه، باز دوباره بین ساعت‌های 5 تا 6 در خدمت شما هستیم. شما را به خداوند کریم می‌سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.